وقتی آگوست سال 2021 طالبان در افغانستان سر قدرت برگشتند، زندگی خانواده مریم کوثری هم یک بار تغییر یافت. خواننده صنف 12 از حق تحصیل محروم و خانواده‌اش مجبور شد به اسلام آباد برود، جای گرم و نقشه های زندگی خانواده کوثری سرد و تار شد. افغانستان جایی نبود که به ما باشیم، به خاطر که اصلا ما هنر که رسامی که ما در افغانستان اگر کار میکنیم در این وقت نمیشد، چون همه ایمی تال چیزایی که یاد گرفته بودم همش از یادم میره به خاطر که طالبا بودن. خواهر مریم خدیچه کوثری هم رسام است. او نقاشی را دوست میدارد و میگوید تنها رسم کشی است که از آن در زندگی لذت میبرد. ما میخواهیم عمیقا مغاسه خود را در روی قلم به کار بگیریم، چون که رنگ رگ مثلا سبز سرخ اینا تمامش انرژی مثبتی هستند. مشکلات مالی به مریم و چهار خواهر و برادرش امکان نمیدهد در مکتب های پاکستان تحصیل کنند. در اسلام آباد مکتبایشان بسیار زیاد قیمت است. من نمیتونم تعلیم دانش بخوانم وقتی که پیسیش نداریم. ولی مریم میگوید وسایل رسم کشی هم گران میباشد. از هر آن چیزی که آرزو داشتیم کلا از امکانات ما دور هستند و با او خیلی با او امید نیست که ما بتانیم رسیده، چون دیگه وضعیتی هستیم که کلا فکر کرده نمیتونیم، چون وضعیت اقتصادی خیلی پایین است. سازمان ملل متحد حساب کرده است که بعدی به دست طالبان گذشتن قدرت 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفت و اویله کوثری هم مثل همه آنها حالا با آینده ناروشن روبرو هستند.